ممنون. اگر ما بتوانیم این چهار ذهن خارج از کشور، دانشگاه، یابان و شبکه‌های اجتماعی رو گرد چند شعار استراتژیک و هم نزدیک کنیم با توجه به اختلافات، می توانیم این صدا رو بلندتر کنیم، چون واقعا ایران کشوریست آبستن حوادث. منتها ما باید دستاوردهای ملموسی هم به جامعه ارائه بدیم. وقتی این چهار تا با هم نزدیک بشن، به نظر من هزینه سرکوب بالا میره. ما توانستیم ببینید این جمهوری اسلامی که زورش برسه شلیک میکنه، این که آب میپاچه نه که کار درستی میکنه، از ترسش داره آب میپاچه، اگر به توانه شلیک میکنه. پس اگر بشود این چهار ضلع رو به هم نزدیک کرد، رو شعار ببینید، وقتی شما شعار زن، زندگی و آزادی میگی، نوع مبارزت با انقلاب 57 فرقه. این یک شکلی از مبارزه مدنی است که تیزهوشی خودش میکرد. از منظر نان و منزلت میخواهند به آزادی سیاسی برسند. این یک استراتژی دیگه ای رو تدارک باید دید. ببینید اینجا دیگه احزاب سیاسی نباید بار جامعه مدنی باشن، باید بار از جامعه مدنی بردارن. این مدنیت منتشر باید میتواند نماینده ها خودش رو پیدا کنه. کسی نباید این تظاهرات رو مصادره کنه، باید رشدش بده. وقتی رشد پیدا کرد، اون وقت همه میتوانند ازش برخوردار شن. من معتقدم صحن دانشگاه بسیار نقش داره، تو روشن فکر به میدان میکشه. دانشجو میتواند به این نقشار گوناگون پیوند ایجاد کنه و در این حال صحن دانشگاه ادامه خیابان جمهوری اسلامی خیابان مصادره کرده، میگه تک صدایی و تک رنگی. در یک جامعه تک رنگی نمیشود، یک جامعه تک صدایی نمیشود. و ما دیدیم که تمام ایران الان به گونه اعتراض میکنن، منتها ما باید این اعتراضات رو ابعادش بیشتر کنیم تا اینجا که دقت هم داشته باشیم. اینطوری نیست که اینا سرکوب کنم بخوابیم، دوباره از جای دیگه بلند میشه. ولی باید دید ما میتوانیم در چند وحدت استراتژی چند تا شعار پیش رونده و به دستاور تدارک ببینیم. این وظیفه لیدرها، رهبران و روشن فکران و دانشجویانه که بتوانن پمپاژ امید و استراتژی مناسب برای این حرکت ها خلق کنن. یک نمونه اجرایی این رو میتونین توضیح بدین؟ این رو این اشاره کردین که این چهار زر رو باید به هم نزدیک کرد، خیلی کوتاه چطوری؟ ببینید وقتی که نباید خارج از کشور خیلی قامات جلوتر از این حرکت باشه. ببینید ممکنه ادعی نظام بخوان، ممکنه ادعی نظام رو نخوان، ولی وقتی که شما میایید میگه آقا جان من زن آزادی و آزادی و زندگی میخوام، اینجا نوع حکومت رو مشخص کردی. جمهوری اسلامی با این حکومت کنار نمیاد، ولی شکلش اثباتی است. کسی با این مخالفت کنه، خود به خود با جوهر آزادی مخالف. حالا وقتی شما اینو میگی، دانشگاه هم همینه میگه، شبکه های اجتماعی هم همه تبلیغ میکنن و خیابان عرصه این حضور میشه، معلم و اعتراض چو باید درک کرد، نباید بار زیادی از معلم خواد، بازنشسته باید اعتراض چو درک کرد. اون موقع شما میگی زبانی خلق کنی که همه متوجه بشوند. وقتی که شما میگی زن، زندگی و آزادی، این یک نظام خاصی میطلبه. هر نظامی نمیده این تشکل بده، منطقه شما از منظر اثباتی اومد. وقتی از منظر اثباتی میگه باید سر اهدافی مشخص کنی و بگه مثال دارم میزنم، اون مرجع تقلیدی که میگه من از گشت ارشاد ناراضیم، من وقتی حرفش رو قبول میکنم که بیاید بگوید قانون مجازات اسلام، قانون حجاب در مجازات اسلامی باید لغو شود، در غیر این صورت من حرف اون رو باور نمی کنم، یا ریاکاری می دانم. شما این توقع می دارید تو عرصه جامعه اون آقای متشرعی که می گوید من باید صف خود رو با گشت ارشاد جدا کنم، من میگم تو وظیفه داری بری جلوی میدان توپخانه اگه دختری سوار فن کردن مقابلش وایستی، در این صورت داری شعار می دی. ببینید ما با یک سری برنامه های اثباتی باید سیاست ها رو عقب بزنیم، منطقه باید خواسته ها در این تفاوت یه جاهای همپوشانی داشته باشه، زیاد از هم دور نباشه. و از یه طرف که سعی نکنیم این اعتراضات سیاسی، اعتراضات مدنی به نفع یه جریان مصادرش کنیم. اینا خیلی به همگرایی کمک میکنه. جمهوری اسلامی حکومت مکاریست.
اختلاف میندازه. بعد این اختلاف گروه مخالفین خودش که همه از هم زخم خوردن تو استفاده میکنه. وقتی مردم تو خیابان میان از این اختلاف، این اختلاف ها رو دوست ندارن، باید این اختلاف ها رو نبینن. بله. پس شما نیاز به شعارهای اثباتی دارید. سپاس از شما. تغییر رحمانی، فعال سیاسی از پاریس.